به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما علاقه مندان به دنیای برنامه نویسی من وحید رحمانی فرد هستم و امروز با دومین جلسه از دوره آموزشی نامپای از طریق کانال آموزشی vآrf education مهمان شما خواهم بود امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجه شما قرار بگیره در جلسه گذشته به صورت کلی با نامپای آشنا شدیم و فهمیدیم که چه خدمتهایی رو برای ما میتونه به ارمغان بیاره و به این نکته هم پرداختیم که بسیاری از کتابخونه هایی که امروزه در دنیا سرسدا کردن و در پایتان از اونها استفاده میشه مبتنی بر نامپای هستند. بس چه بهتره که ما نامپای رو به صورت خوبی یاد بگیریم که بتونیم از اون کتابخونه ها نهایت استفاده رو مبتنی بر اصولش داشته باشیم. خب در این جلسه میخوایم مطابق با تمامی دوره آموزشی بریم سر وقت برپا کردن محیط آموزشیمون در طول این دوره چه ابزارهایی رو نیاز داریم و چه ستاپ هایی رو بعد انجام بدیم میخوایم بررسی کنیم بریم سر وقت ابزارهایی که قرار هست استفاده کنیم ابتدا به ساکن نیاز داریم که خب خود پایتون روی سیستم ما نصب باشه که میتونیم به سایت پایتون.org مراجعه کنیم در صفحه دانلود مبتنی بر سیستم عاملی که دارین حالا نسخه رو نصب نسخ کنید و استفاده کنید که حالا نسخه 3.7 3.7 3.7 بعد نسخه مطلوبی است برای دوره آموزشی ما که حالا نسخه 3.5 اینجا داریم بعد از اون یه ادیتور میخوایم که حالا با هر چیزی که احساس راحتی میکنید میتونید انجام بدین اتم سابلایم حالا من از VS کد استفاده میکنم که این رو هم میتونید برای سیستم عامل خودتون با مراجعه به سایت code.visualstudio.com دانلود کنید و استفاده کنید یه سری افسونه هم داره که اونها رو با هم بررسی میکنیم و خب اینم سایت نامپای هستش سایت اصلی که داره حالا نسخه ای که اینجا ریلیز شده رو داره و ما میگه و خب داکیومنتیشن داره میتونید مراجعه کنید داکیومنتیشن مفصلی که داره اینجا بخونید و نحوه استال شدنش رو هم یه توضیح کلی میده که حالا ما محیط مجازی خاص ایجاد نمی کنیم به صورت کلی از طریق پیپ اون رو نصبش خواهیم کرد همچین دستور رو بعدا استفاده می خب بریم توی ویژوال استادیو کد اونجا یه دور بزنیم یه سری افسونه پیشنهاد میکنم که نصب کنیم برای کار با پایتون خوب هستش یه دونه کد رانر رو بزنید که میخوایم حالا وقتی یه کدی رو داریم علامت ران بالا بیاد اجرا بشه هی نخوایم دستور بنویسیم افسونه بعدی حالا من خیلی اینجا افسونه دارم اینها نیاز نیست این سه تا پایلنس پایتون یاد کنید پایتون مربوط به مایکروسافت باشه که تعداد دانلود زیادی هم داره ولی نه پایتون فور وی کد هم بزنید، یه سری اینتلیسنت های خوبی رو در اختیار ما میذاره و یه دونه پایتون اوتو پپ رو هم اینستال کنید بعد نیستش که داشته باشیم برای فرمت کردن کد هاتون این حالا کل اکستنشنی هستش که ما نیاز داریم رو حتما در اختیار داشته باشیم خب بریم در کامند پرامپت اجازه من صفحه کامند پرامپت بیارم خب در کامند پرامپتمون اگر از دستور پیپ فریز استفاده کنید متوجه میشید که حالا نامپای رو نصب کردید یا نه قبل از این که حالا من نامپای رو از قبل نصب کردم ورژن 122.3 شما میتونید بگید پیپ Install نامپای این دستور که بزنید اینتر که کنید اینترنتتون که وصل باشه نامپای بر روی سیستم شما نصب خواهد شد و برای شروع کار هم میتونید بیایم حالا من یه پروژه‌ای نام نامپای ایجاد کردم و حالا اسم فایل اینترو دو بگیم. صرف بان اینترو دات پای رو ایجاد میکنیم معمولا برای کار با پایتون یک همچین سینتکس رو داریم ایمپورت نام از ان پی این همیشه توی کد ها وجود داره و با ان پی کار میکنن و اینجا میگیم که پرینت کن ان version داندر خب کد ها رو ببندیم اینجا رو هم کلوز میکنیم و کدمو رو اجرا میکنیم ببینید که نسخه یک 22 سه برای من همونجور که نصب اینجا نشون میده پس اگر این کار رو با مفقیت انجام دادین و به این نسخه ای که نصب کردین رسیدین یعنی همه چیز که هست و ما میتونیم بریم سر وقت کار با نامپای در دنیای پایتون جلسه رو همینجا خاتمه میدم و شروع کار با نامپای رو به جلسه بعد مکل میکنم امیدوارم که از مطالب این جلسه نهایت استفاده رو برده باشین تا یک جلسه دیگه خدا نگهدار